از روز یکشنبه 12 اسفند معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف و بر اساس فراخوان قبلی تحصن کردند. این تحصن از جمله در تهران، تربت حیدریه، قزوین، مریوان، کرج، سقز، یزد، همدان، کرمانشاه، سنندج، اصفهان، نجف آباد، تبریز، جلفا، اردبیل، شیراز، مشهد، نیشابور، بابل، بوئین‌زهرا، ایرانشهر، ساری، شهرزا، تاکستان، همایونشهر، فلاورجان، قروه و قهاوند برگزار شد. آزادی معلمان زندانی، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکل‌های صنفی و توقف سیاست پولسازی مدارس از جمله مطالبات معلمان و فرهنگیان متحسن است. آنان همچنین به وضعیت بد معیشتی و زندگی در زیر خط فقر اعتراض کردند و از رفتن به کلاس‌های درس خودداری نمودند. صبح روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و واریز نشدن حق بیمه و عیدی سالهای گذشته به سمت استانداری رژیم در اهواز تظاهرات و راهپیمایی کردند. در همبستگی با اعتصاب کارگران و کارکنان خطوط راه آهن در شهرهای مختلف، کارگران راه آهن خراسان در نیشابور در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و بیمه و عیدی سال 97 در مقابل استانداری رژیم در نیشابور دست به تجمع زدند. روز یکشنبه کارگران راه آهن زاگرس در اندیمشق برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و عیدی سال اعتصاب کردند. کارگران و کارکنان خط آهن در سیرجان در اعتراض به 3 ماه حقوق معوقه و بیمه اعتصاب کردند. آنها از ساعت اولیه تا 10 صبح به مدت چند ساعت مسیر قطارهای باری را بستند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره تحسن فرهنگیان، کارگران راهن و شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران و استانهای مختلف اعلام کرد روز یکشنبه 12 اسفند 1397 معلمان و فرهنگیان در تهران و استانهای مختلف کشور از جمله در خراسان رضوی، آذربایجان غربی، زنجان، خوزستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، البرز، همدان، اصفهان، یزد، قزوین، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی دست به تحصن زدند. آنان خواستار دریافت حقوق معوقه خود در چند ماه گذشته هستند. در یک تحول دیگر، کارگران راهن برخی شهرها مانند نیشابور و اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و بیمه و عیدی سال گذشته دست به اعتصاب زدند. در تهران نیز امروز کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت تعاون رژیم در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان تجمع کردند. سرکوب، فقر و غارت روزافزون اموال عمومی و بیکاری و محرومیت اکثر قریب به اتفاق مردم ارمغان رژیم آخوندی است و تا این رژیم بر سر کار است، این بحران‌ها همچنان شدت می‌یابند. مقاومت ایران از اتحادیه‌های معلمان، فرهنگیان و کارگران در کشورهای مختلف می‌خواهد به حمایت از خواست‌های کارگران، زحمتکشان و فرهنگیان ایران برخیزند.